بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. جنگ اول بین افغان ها و انگلیسی ها تاریخ رو به یک معنی عوض کرد و جنگ به اصطلاح بزرگی بود بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها با یک ابرقدرت. این یک چیزای شباهت داره به پیروزی طالبا بر آمریکایی ها، یه جورای شباهت داره. باز من میگم براتون، انگلیسی ها وقتی که هندو گرفتن، مثل یک موش یک شیر رو بگیره، بالاخره تونستن این کار رو انجام بدن و وقتی که موفق شدن، سرمست شدن، شب نشینی ها شروع شد و خیلی خوشحال بودن، در اوج قدرت بودن، اسلحه بهترین، تکنولوژی بهترین، مدیریت بهترین. در این وقت روزها هم در تلاش بودن که از راه خشکی و زمینی به طرف هند بیان و جاهایی رو در آسیای میانه گرفتن. انگلیسی ها به این فکر شدن که بیان افغانستان رو هم بگیرن، بخارا رو هم بگیرن، تا یه دفعه اینطور نشه که انگلیسی ها بیان به جای گنج. هندوستان جای گنج بود، پول زیاد بود، ثروت زیاد بود. منتها شباهتی که این جنگ داره این است که با جنگ گفتم طالبا داره این است که شکست انگلیس در این جنگ باعث شد که جرأت مردم زیاد بشه، جرأت بقیه زیاد بشه. انگلیسی‌ها نه این است که شکست نخورده باشن، اما شکستاشون بین خودشون بوده. مثلا آمریکایی‌ها اینا رو شکست دادن، اما آمریکایی‌ها انگلیسی بودن دیگه. تازه اونا هم بدون کمک خارجی شکست ندادن. استقلال آمریکا با کمک فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها به دست اومد. اینطور نیست که مستقل واقعا جنگ کرده باشن. ولیکن جنگ افغان انگلیس یک جنگ مستقل بود. افغان‌ها بدون کمک خارجی انگلیسی ها رو شکست دادن، همونطور که طالبا بدون کمک خارجی انگلیسی ها رو شکست دادن. امروز ما داستان ها زیاد میشنویم که طالبا رو خود آمریکایی ها کمک کردن. همونایی که تو بغل آمریکا نشسته بودن امروز به راحتی داستان میبافن که آمریکا ما رو بیرون کرد، اونا رو آورد. یعنی چه؟ داستان میبافن، اما در مورد جنگ اول انگلیس و افغان حتی این داستان هم بافته نشد. گفتن که سرما باعث شد که ما شکست بخوریم، اما چرا شکست خوردن رو من براتون میگم. اصلا چرا حمله کردن؟ عرض کردم به خاطر اینکه میخواستن امپراتوری بالا امپراتوری خودشون یک سپر درست کنن که روس‌ها نزدیک نشن. علاوه بر این فکر میکردن میتونن به راحتی بگیرن دیگه، هر جور میرفتن میگرفتن و با 17000 سرباز حرکت کردن. و دلیل دیگه هم که داشت که اینا یک دلیل به اصطلاح عقلی هم داشتن که شاه شجاع که حاضر بود هر چی رو بفروشه فقط دوباره پادشاهی رو بگیره، هم با اینا همراه بود. اینا گفتن آقا ما شاه شجاع رو میخوایم بیاریم پادشاه کنیم، این نوه احمد شاه عبدالی مؤسس افغانستانه، این حق داره، دوست محمد خان کیه. و اومدن و از راه بولان رفتن قندهار، به راحتی قندهار رو گرفتن. کهندل خان سرداری که در قندهار حاکم بود با تمام بی‌غیرتی خانواده‌اش رو برداشت و فرار کرد، رفت ایران. این شی در بهار 1839 اتفاق افتاد. در بهار 1839 این اتفاق افتاد و اینها در تابستان اون سال حمله کردن به غزنی و با 200 کشته انگلیسی ها غزنی رو از حیدر خان پسر دوست محمد خان گرفتن. پسر دوست محمد خان رو هم اسیر کردن، 500 سرباز افغان رو هم کشتن، 1600 نفر هم اسیر گرفتن و در بهار کار غزنی رو تموم کردن. در آگوست همون سال، 7 آگوست، اینها وارد کابل شدن. یعنی در چنین ماهی 184 سال پیش انگلیسی ها کابل رو فتح کردن به راحتی. پادشاه کابل کی بود؟ دوست محمد خان. دوست محمد خان با انگلیسی ها نتونست مقابله کنه، اینا توپ داشتن و حاضر به مذاکره شد. حتی حاضر شد که وزیر شاه شجاع بشه. این اولین نکته ضعف دوست محمد خانه. باز به زندگیش دفعه بعد میپردازیم. ولی انگلیسی ها قبول نکردن، چون سیک ها هم تو این جنگ بودن دیگه. سیک ها هم متحد شاه شجاع بودن. سیک ها با دوست محمد خان به دلایلی بد بودن. انگلیسی ها گفتن ما اینجوری میکنیم که تو رو میفرستیم هند، برات حقوق میدیم، ماهانه به زندگی میدیم، با احترام زندگی کن، ولی تو حق دیگه تو افغانستان نداری، تشریفت ببر. شاه شجاع خودش پادشاه هستش. دوست محمد خان قبول نکرد، از راه شمال کابل رفت و به ترکستان رفت، یعنی به بخارا. بخارا یا کمکش نکردن،
بخارا برای این بعدن که از بین رفت بیدلیل از بین نرفت. دوست محمد خان با حتی نزدیک بود که بکشنش، دوباره فرار میکنه میاد افغانستان. حالا کابل انگلیسی ها گرفتن، مثل آب خوردن گرفتن. انگلیسی ها که کابل گرفتن، سرباز ها، اسلحه ها و لباس هایشون، شکوهشون باعث شد که افغان ها به عادت خودشون ساکت بشن نگاه کنن و اینا دیگه فکر کردن کار تموم شده. شروع کردم قصر ساختن، مثل که در انگلیس در چی ساخته بودن، در مردم پخش شدن، مالیات ها پخش تقسیم کردن و لباس هاشون هم اصلا خوش برای مردم خوشایند نبود و مردم افغانستان هم خصوصا علماشون خیلی تلاش میکردن. حتی به پادشاه میگفتن آقا خودت امیرالمومنین بگو، مثل که حالا امیرالمومنین درست کردن، یا حالت رویایی داشتن. بارها به اینا پیشنهاد دادن که شما امیرالمومنین بشید، ما همراه شما جنگ کنیم، جهاد کنیم علی انگلیسی ها. چون افغان ها به چیزهایی وابسته بودن به هند. هند رو افغان ها فتح کرده بودن، پادشاهی هند از اصلا بابر اینا از افغانستان رفته بودن و یک حالت به اصطلاح برادری داشتن. اینکه انگلستان اونجا رو گرفته بود و باز پیشاور رو هم سیکا گرفتن دیگه، پیشاور دیگه پایتخت زمستانی افغان ها بود. نفرت افغان ها از فرنگی ها زیاد شد، اونا رو فرنگی میگفتن، انگلیسی هم نمیگفتن الخرس. ولی اینا بی مغرور بودن دیگه، فکر کردن ما گرفتیم تمام شد دیگه، چون هیچ مقاومتی هم نبود. از یه جنرال روسی که آمریکایی، وقتی که یادم نمیره اینو، وقتی آمریکایی افغانستان گرفتن، اون وقتا روس تازه از دست کمونیست آزاد شده بود، آزاد بودن، کاجیبی اینا چی میکردن، مصاحبه میکردن. یه خبرنگار از یه جنرال روسی پرسید، تازه پشتو هم خوب بلد بود، یعنی اینطوری جنرال بود که روسام که آدمای کوچیکی نبودن، که زبان پشتو هم یاد گرفته بود. گفت که ببینم شما چرا نتونستید افغانستان رو در 8 سال بگیرید و آمریکایی‌ها در کمتر از یک سال تمام افغانستان گرفته. گفت که هر وقت که خواست متر به متر بگیره باز میفهمه که گرفتنش ممکن نیست. افغانا میگه ساکت میشینن، فرداش میگه ما یاد ما میاد که اون میگفت که ما یه جا جنگ میکردیم، دوباره کاجیبی بود، میگه اون میرفت دیگه گزارش میدادن که آقا منطقه آروم شد، ما اونجا رو سبز میکردیم، دو ماه بعد باز جنگ شروع میشد. میگه اصلا آروم نمیشد کشور. دقیقاً همون چیزی که بعد در زمان آمریکایی اتفاق افتاد، دقیقاً همین در جنگ ایران و یا انگلستان و افغانستان هم اتفاق افتاد. مردم ساکت بودن، ولیکن قیام ها شروع شد. بچه مثلا وزیر اکبر خان دیگه، خیلی از بزرگان افغانستان به کمک علما بلند شدن. یکی از اونها میر مسجدی خان است که حالا بهش میرسیم، ولی اول داستان دوست محمد خان رو بگیم. دوست محمد خان که از اونجا برمیگرده از بخارا، مردم به عنوان یک قهرمان نگاش میکنن، مردم به عنوان یک منجی بودن که بجنگن. دوست محمد خان 3-4 بار با انگلیسی ها میزنه اما روحیه خودش میبازه، برادرش هم تسلیم میشه. این اسلحه و ظاهر رو انگلیسی ها سر این تاثیر عجیبی میذاره سر همین دوست محمد خان، تا آخر عمرش هم متاسفانه بوده و فکر کرده دیگه نمیتونه، شاه شجاع اومده دیگه، اونم وارث شرعی احمد خان عبدالی و تیمور خان دیگه نمیتونه بگیره. ولی یه کار عجیبی میکنه، همون کسی که تسلیم نشده بود به انگلستان که بره، یه دفعه با اینکه سرباز هم داشته، مردم کوهستان هم باش بودن، مردم شمال افغانستان هم باش بودن، میاد خودشو به مگناتن تسلیم میکنه. سفیر انگلیس باور نمیکنه که دوست محمد خان خودش رو تسلیم کرده، اما دوست محمد خان این کارو میکنه و اینا دیگه باش با احترام رفتار میکنن، اینو میبرن به هند، حقوق براش تعیین میکنن و نگرش میدارن برای روز مبادا. اما بچه‌ها جنگ میکنن. متاسفانه این کار خیلی بد رو آقای دوست محمد خان انجام میده، ولی ملت ساکت نمیشه. تمام افغانستان به هم ریخته و هیچ کس شاه شجاع رو نمیخواد و انگلیس رو نمیخواد، چون میبینه که آقا شاه شجاع سربازاش هم زیر دست انگلیسی هستن، نگهباناش هم انگلیسی هستن، مالیات هم انگلیسی ها تعیین میکنه. انگلیس ها مغرور شده بودن، گفتم اصلا حواسشون نبود که در کشور چه خبره، فکر میکردن که همه ملت افغانستان مثل شاه شجاع و همون مزدورایی هستن که دور برش بودن. دقیقاً همین چیزی که آمریکایی‌ها فکر کرده بودن تا یه مدتی. وزیر خارجه آمریکا میگه که آقا من 24 ساعت قبلش میگه با آقای اشرف غنی صحبت کردم که بابا میگم به وزیر دفاع تکم قدرت بده، میگه نه من تا آخرین لحظه میجنگم، من همینجا میمیرم. میگه فرداش فرار کرد رفت. دقیقاً این چیزی بود که انگلیسی هم از شاه شجاع و اطرافیانش خبر نداشتن که اینها اصلا در افغانستان محبوبیت ندارن.
شورش ها زیاد شد. یکی از اونها و خیلی دیگه هم بودن، حالا یکیشون میرمسجدی خان هستش که یک قهرمان بود واقعا، افغان ها خوبه که قدرش میدونن، مدال هم به نامش دولت درست کردن. این بلند شد گفت که آقا من جنگ میکنم تا بمیرم، هیچ اصلا چی ندارم. متاسفانه این باز زود مرد، یعنی در سالی که هنوز افغانستان آزاد نشده این مرد. و کتابی به نام جنگنامه هست که داستان زندگی رو نوشته، به سبک فردوسی نوشته شده، که بعضی شعراش من براتون میخونم. بگفت آن زمان مسجدی که این سران دل ایران و شیران و جنگاوران، بیایید همه پایداری کنیم، نباید که بی اعتباری کنیم. چنین گفت آن مسجدی با سران، یعنی با بزرگان، که ای کامگاران نام‌آوران، نباشد کسی در جهان جاودان. چنین است امر خدای جهان، هر آن کوز مادر بزاییده است، به آخر سرش خاک ساییده است. یعنی میگه براتون بیا بریم بجنگیم، آخر که ما میمیریم بذار با افتخار بمیریم. چجور ما قبول کنیم که فرنگی ها به ما حکومت کنن؟ بود آنکه نامی به چنگ آوریم، شگفتی به خلق فرنگ آوریم. بباشید همه در جنگ پایدار، که این نام ماند ز ما یادگار. و زان بعد میر مسجدی کامگار، ابانیز محمد شه نامدار. اینا انقلابیون دیگه بودن، اینا بر اساس عقیده خود مقاومت کردن. انگلیسی ها فهمیدن که باید اینو بکشن. شاه شجاع تو خاطراتش می نویسه که سر فتنه رو میگم این مسجدی خان شروع کرد، تمام شده بود، میگه این ول نکرد. این توی کوهستان تو منطقه‌ای که بوده شایکار اون طرفا، اونجا مناطق کوهستانی است، این مقاومت کرد. انگلیس‌ها توپ داشتن حمله کردن که ناگهان سرش ریختن، پولم دادن که آقا مثل که حالا مثلا سر ملا عمر پول گذاشته بودن که 10 میلیون دلار میدیم اگه ملا عمر دستگیر کنید، یا الان سر سراج الدین حقانی هست، سر این مسجد هم پول گذاشته بودن، چون میدونستن این فتنه از اینه به قول خودشون. این با 50 60 نفر در قلعه مقاومت کرد، با اینکه اینا توپ زدن قلعه هم سوراخ کردن، اینا با سنگای بزرگ راه قلعه رو بستن. انگلیسی‌ها یکی یکی باید داخل میشدن کشته میشدن، و خود این بیچاره هم زخم برداشت و به یک حسابی زهر هم بهش دادن. در سال 1841 شهید شد. و مثل این خیلی ها بودن، حالا من یکیشو براتون گفتم و که به اصطلاح کارش خیلی جالب بباشد یکی قله از بحر جنگ، بکوچیم چندی به خیل فرنگ. همش در حال این بود که ملت تأکید کنه که فرنگی ها رو از کشور باید بیرون کنه. ولی حالا به زهر و به زخمی که خورده بود در جنگ این شهید میشه، اما قیام مردم تموم نمیشه. اینجا یه اتفاقی میفته. انگلیسی ها که فقط با پول دیدن به زور چی نمیشه، با مذاکره شروع کردن. هم مذاکره رو با پسر دوست محمد خانم کردن در مجلسی که این بود، و نمیدونم الکساندر ترانس بزرگ از بزرگان ژنرال های بزرگ چی بودن که انگلیس، در یک مجلسی که مذاکره بود بین مگناتن و وزیر اکبر خان که بعداً وزیر شد اکبر خان، جنگی چی دعوا صورت میگیره، اکبر خان میذاره میکشدش، ترورش میکنه تو مجلس. سفیر انگلیس یعنی پادشاه افغانستان در اون وقت، شاه شجاع که کاری نبود، اما جنرال ترانس هم تو خونش میکشن. یه دفعه شهر بود بلند میشه، قیام میشه، یه قیام عمومی میشه و خونای انگلیسی هایی که تا حالا به خیال بودن آتیش زده میشه. انگلیسی ها فرار میکنن توی پادگان در شیرپور جمع میشن، ولی روحیه خودشون رو میبازن. وقتی که جنرالشون کشته میشه اینا به شدت روحیه باخته میشن. بازم درای دیگه، حالا زمستون شده، ماه رمضان هم هست، مردم در فکر به اصطلاح روحانیت به اوج رسیده، مردم در فکر شهادته. انگلیسی ها دیگه تازه فهمیدن که شاه شجاع هیچ کاری هست، هیچ کاری نمیتونه بکنه، خودش حفظ کنه هم خیلیه. لذا حالا رئیسشون هم مرده، جنرالشون هم مرده، بازم نایب جنرال میاد با وزیر اکبر خان و دیگران مذاکره میکنه که آقا بذارید ما میریم دیگه، خلاص شکست قبول کردیم، ما از کشور شما میریم، فقط راه فرار برای ما بذارید. اینا موافقت میکنن، میگه بیا برو. و قصد اینا این نبود که اونا رو بکشن. اونا میگفتن برید از کشور ما، مثل که آمریکایی وقتی طالبان آمریکایی‌ها رو گفتن که ما میریم، طالبان گفت برید. حتی وقتی که اشرف غنی و سربازاش فرار کردن، طالبان به فرودگاه نزدیک نشدن تا آمریکایی‌ها برن، چون وقتی که داره میره بذار بره دیگه. و اینها با 2000 شتر در اولین روز سال 1842، ژانویه 1842، از چی میان بیرون؟ از قلعه خودشون میان بیرون در برفی، که اون سال خیلی برف هم زیاد بود، ماه رمضان بود. اینا حرکت میکنن با ترس لرز، و تمام مردم کابل هم بالا نشستن نگاه میکنن که انگلیس فرنگی ها داره کشور ما میره. خوشحالن، گاهی هم چی هم میکنن، تیراندازی هم میکنن از خوشحالی.
و انگلیسی ها ترسان لرزان میان بیرون. روز اول فقط 5 کیلومتر میرن تا بگرامی، یک جایی که اونم تو کابل الان، به اونجا میرسن. اما آقا از روز دوم حمله به اینا شروع میشه، روز سوم، چهارم، پنجم، تا 8 روزی که اینا تو کوه ها و چی هستن، مردم از افغانستان از بالای کوه ها به اینا حمله میکنن. یکی به خاطر نفرتی که از انگلیس ها داشتن، یکی به خاطر اینکه غنیمت هم ازشون میگرفتن، یکی به خاطر حماس دینی خودشون هم. هرچی رهبران هم، بعضی از رهبران بهش میگفتن که بابا ما قرارداد بستیم، قبایل قبول نمیکنن، قبایل غلجایی و اینا قبول نمیکنن، و تا آخرین نفر انگلیس رو از بین میبرن، حتی زن بچه ها رو، یکی رو زنده نمیذارن فرنگی ها رو، چون اینا رو نجس میدونستن. و گفتن که اینا در هندوستان گرفتن، پیشاور گرفتن، اینا رو که بذاریم افغانستان هم میگیرن، و اونا اصلا اینو باور نمیکردن. 17000 نفر انگلیسی که 900 یا 600 نفر اونا انگلیسی اصل بودن و بقیه هم نوکرای هندی و غیر زالکشون بودن، همشون رو اینها تارمار میکنن با زن بچه. راستی اینا زن بچه های خودشون آورده بودن. وقتی که کابل گرفتن فکر کردم مثل بقیه جای دنیاست، فامیلای خودم آورده بودن، بچه های خودم آوردن، که اونها هم جون به در نبردن. فقط یک دکتری از اینا فرار کرد، تونست زنده برسه به جلال آباد که هنوز در دست انگلیسی ها بود، در حالت زار و نزار. این دیگه نمیدونم چجوری در رفت، زخمی هم بود، و وارد جلال آباد شد و خبر داد که تمام 17000 سربازی که ما فرستاده بودیم به کابل، یکی هم زنده بر نگشت، همه مردن. طبعا این روی انگلیسی ها رو خراب کرد، در تاریخ چنین چیزی رو ندیده بودن، همه جا پیروز بودن. جلال آباد بستند و یک کم ما مقاومت کردن، ولی حمله به جلال آباد هم شروع شد. مردم دیگه فهمیدن که میشه انگلیسی ها رو شکست داد. از این جنگ رو میدونی تبلیغات میبره، تا حالا اونا فکر میکردن که اینا شکست ناپذیرن. انگلیسی ها در وقتی که خوبی که اینا دارن یا هوشیاری که دارن، وقتی که زورش نمیرسه فرار میکنه. سعدی هم همینو میگه، قربون کسی برم که وقتی زورش نمیرسه عقب نشینی میکنه. پیغمبر تو یک جنگای یکی از حضرت خالد بن ولید که حمله میکنه، رومی‌ها زیاد بودن، وقتی شکست میخورن عقب نشینی میکنه. وقتی که میان مسلمان‌ها، بعضیا که دین درست نمیفهمیدن، توهین میکنن به لشکر که شما چرا فرار کردید، فرارون بهشون میگفتن. حضرت پیغمبر گفت اینا کرارون هستن، باز برمیگردن. جنگ عقب جلو داره دیگه، آدم شکست میخوره، وقتی زورت نمیرسه عقب نشینی کن. انگلیسی ها اینو میدونستن. از هند برشون خبر اومد که لشکر برگرده، ولی در برگشتن اینا از بس که اعصابشون خراب شده بود، یک بار دیگه حمله میکنن به نامردی. خیلی جاها رو توی کاپیسا، این جایی که به اصطلاح اطراف کابل بود، آتش میزنن، مردم قتل عام میکنن، باغا رو خراب میکنن، و بعد از اون فرار میکنن و از افغانستان میرن، و جنگ اول افغانستان و انگلیس به پایان میرسه. جنگی که با قیام در کابل، با مرگ بر فرنگی شروع میشه، با شعار شروع میشه. یک دفعه مردم دیوانه میشه، مرگ به فرنگی، مرگ به فرنگی، آخر مرگ هم به فرنگی میرسه، و اینها به صورت خطرناک شکست میخورن. اما شکست اینها چه چیزی داشته، چه تبعاتی داشته؟ اولش این است که مسلمان های هند هم فهمیدن که میشه جنگ کرد. مثل که حالا انگلیسی وقتی که امریکایی تو افغانستان شکست خوردن، روسا به اوکراین حمله کردن، گفتن ما امریکایی کاری نمیتونه بکنه. چینی هم خیز برداشتن که تایوان بگیرن، که امریکایی فهمیدن که اگه ما جلوی روسا رو نگیریم، چین هم میاد روش زیاد میکنه. فوراً هرچی که اوکراین خواست بهش دادن، حتی روسا بمب اتم خودش هم آورد نشون داد. اصلا امریکایی اهمیت ندادن که به ما باج اتمتو نشون نده، از ما بزرگتره. حالا روس در گیر انداختن. ولی روس چرا حمله کرد؟ چطور این جرأت کرد؟ به خاطر اینکه فکر کرد که اینها نمیتونن کاری بکنن بعد از شکست افغانستان. و این همین قصه بر انگلیسی ها اتفاق افتاد. انگلیسی اولین بار در تاریخ از مسلمان ها شکست خوردن، و در شرق شکست خوردن. یک ابرقدرت عجیبی بودن. فکر کن دیگه هند گرفته بودن، هند مثل شیر بودن، مقابل اینا خودشون یک موش بودن. و خیلی خوب هم گرفته بودن، خیلی خوب هم ازش استفاده میکردن، از خود هندی ها برای جنگ استفاده میکردن. این یال و کوبال انگلیسی ها رو شکوند، و این بزرگترین فایده رو برای مسلمان ها داشت. دیگه اینکه افغان ها از هیچ کشور خارجی کمک هم نگرفته بودن، یک قیام داخلی بود، اسلحه هاشون واقعا ابتدایی بود، و باز از خود انگلیسی ها غنیمت گرفتن. و تنها دلیلش چی بود دیگه؟ اما به اصطلاح حماس دینی بود. یعنی مردم فکر کردن ما بمیریم بهشت میریم، فکر دنیا نبودن. وقتی که انسان فکر دنیا نباشه، معلوم است که پیروز میشه دیگه.
و این ضربه بسیار آبروی انگلیس رو از بین برد. متوجه هستید؟ آبروی انگلیس از بین برد و جنگ‌های بعدی در چی شد؟ در خود هند خیلی زیاد شد و در این جنگ انگلیسی‌ها غنیمت‌های زیاد هم به جای گذاشتن. همین غنیمت‌های مثل که آمریکایی‌ها رفتن غنیمتشون به دست افغان‌ها افتاد، انگلیسی‌ها اون وقت بعد به حساب اون وقت اینا چیزای خیلی قیمتی بود، همه چیز مون دیگه ازشون. وقتی 17000 نفر کشته باشن یعنی هر چی که بود گذاشتن. دلت شکستشون یکی که همون حماس دینی مسلمان‌ها بود، یکی غرور بی خودشون بود، فکر می‌کردن که افغانستان هم مثل هندوستانه، مردم یه دفعه شکست خوردن تسلیم میشن و خبر نشدن که افغان‌ها حوصله دارن و مکر دارن و دشمن حقیر شمرده بودن. فکر می‌کردن که آقا افغان‌ها چی هستن؟ میگه با این روس‌ها هم همینو گفته بودن. وقتی جنگ شروع شده بود یک جنرال روسی گفته بود که این پاگوشادا، منظورش پاشگوشادا، اینا کی میتونن به این هلیکوپترها پیروز بشن؟ هلیکوپتر نشون داده بود، اما روس‌ها هم شکست دادن. غرور در جنگ هرگز نباید باشه. خود مسلمان‌ها هم یه دفعه تو یک جنگ شکست خورده بودن، هنین بود به نظرم، حالا من یادم نیست، تمرکز ندارم، که از زیاد بودن ولی مغرور شدن، شکست خوردن. غرور در جنگ به اصطلاح هرگز خوب نیست. اما مشکل این است که در این جنگ افغان ها استفاده ای نکردن، چون انگلیسی ها بالاخره فقط نظامی نبودن، خیلی باهوش بودن. انگلیسی ها وقتی که رفتن دیدن شکست خوردن، دوست محمد خان رو ولاد فرستادن دوباره و افغان ها مجبور شدن دوست محمد خان رو قبول کنن. دوست محمد خان همون کسی است که خودش رو تسلیم کرد به انگلیسی ها. یعنی دیگه این دیگه حق نداره بیاد پادشاه بشه، اما چون پسرهاش میجنگیدن دیگه پسر نمیتونه به پدرش بگه تو کار بدی کردی و افغانان بالاخره یک پادشاه میخواستن، بی پادشاه نمیشد، این رو قبول کردن و دوست محمد خان، چون که بعدا به افغانستان خدمتهایی هم کرد، مونتا یک آدم روحیه باخته بود و همون تسلیم شدنش به نظرم انگلیسی ها دیگه باید کارتش میسوخت، ولی متاسفانه این رو دوباره پادشاه کردن و پیروزی که افغانا به وجود به دست آوردن دیگه نتونست گسترش پیدا کنه. البته من نمیگم که گسترش هم پیدا میکرد، چون تکنولوژی هم لازمه دیگه برای پیشرفت، تکنولوژی هم لازمه، فقط شجاعت که کار نداره، نمیکنه. افغان اون تکنولوژی رو نداشتن، ولی با این وجود اومدن دوست محمد خان افغانستان رو محصور کرد، ولی امید به خلقهای دیگه داد، خصوصا امید به مردم که امروز پاکستان نامیده میشه، پیشاور و اینا باز با تا سالهای سال تا این حتی بعضی تا آخر تسلیم نشدن. یعنی افغانستان پادشاهی رو قبول کرد که این مناطق پشتون مال انگلیس باشه، ولی اونها تا آخر تسلیم نشدن. یعنی تا این که پادشاهی انگلیس بود، مردمی مثلا در سوات، مردم یوسفزی خصوصا، یا مردم بلوچستان پادشاهی انگلیس رو قبول نکردن. انگلیسی ها میدونید که اگه 100 نمیتونستن میگیرن 50 رو میگرفتن، 50 نمیتونستن میگیرن 40 میگرفتن. یکی دلیل موفقیتشون این بود. دفعه بعد انشالله ما پادشاهی دوست محمد خان رو که یک سلسله جدید رو در افغانستان پایه‌گذاری میکنه و بعد هرات هم میگیره و افغانستان امروزی رو تقریبا مرزاش درست میکنه تقریبا، رو براتون خواهم گفت. الله حافظ و نگهدار همه شما.